من چون تو آقای کریمی قدوسی سال ولی بود که یک پرونده رو جناب آقای حسن عباسی در مورد آقای روحانی مطرح کردن. ایشون در سال 65 فکر میکنم یک مذاکره رو با نماینده اسرائیل داشته. این پرونده رو آقای عباسی به دادگاه میارفتن و تبرئه شدن، یعنی که حرف ناخلافی نداره بودن. خب این اگر ثابت شده چرا پیگیری نمیشه و اگر پیگیری میشه الان کجا رسیده به آیا محکومیتی داره نداره؟ امثال اینجور مسائلشون زیاد داره و همه هم محرزه. خیلی جا هم میگن خب چرا تایید شد؟ اینم سوال خیلی مهمیه. ایشون دفعه قبلم رد صلاحیت شده بود، 4 سال قبل. باز شما برگردید 4 سال قبل، آقای هاشمی هم آمد تایید نشد، مشایی هم تایید نشد، بعد دیگه شرایط. یک نکته بسیار بسیار کلیدی همیشه مد نظر جلو چشممون باشه. امام فرمودن حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، ولو از حفظ جان یک فرد بالاتر است، ولو اون فرد امام زمان باشد. یعنی هم دایر بشد بین حفظ جان امام زمان یا حفظ جمهوری اسلامی دولت اسلامی. امام میگه حفظ جمهوری اسلامی دولت اسلامی از حفظ جان امام زمان بالاتر، زیرا که امام زمان هم جان خود رو فدای اسلام می کند و انبیا از اول تا الان جان خود رو فدای جبهه حق کردن. خب این مسئله کلیدی اعتقادی باوری هستی است. حفظ جمهوری اسلامی یه وقتی سخته، مثل 8 سال دفاع مقدس، یه وقتی سیاسیه، به حضور حد اکثری مردم محقق میشه حفظ جمهوری اسلامی. آقای روحانی تهدید کرده بود میخواید منو رد کنید، چون دیگه تقریبا مطمئن بود که ایشون تایید نمیشه. نه مال همین دوره بعده، لذا تهدید کرد او اگر میخواید رد کنید رد کنید، ولی انتخابات برگزار نخواهد شد. اینو با چه پشتوانه ای حرف میزد؟ به این شبکه اجرایی که سازماندهی کردن، فرماندارا، بخشدارا، استاندارا، ستاد انتخابات. یعنی دولت امروز تمام کمال پای کار طرفداری و رای جمع کردن با روحانیه. از چند هزار دهیار که گفتن هر کدامتان 10 میلیون بهتون وام کم بهره میدیم، تا استاندارا، تا مسائل مختلف، تهدیدش خطرناک بود. اون فرمایش که آقا در اول سال در مشهد داشتن که من دخالت نمی کنم، به اون معنا دخالت می کنم، به این معنا، بعد مردم فریاد زدن هیهات من نزل، آقا فهمدن هیهات از عدم برگزاری انتخابات. ما اصلا نفهمیدیم منظور چیه، میگه قرار انتخابات برگزار نشه. بعد تأخیر کردم فهمیدم که این شأن نزولش تهدید آقای روحانی بود.